با عرض سلام، من آرمان حسن‌زاده هستم از مجموعه فرادرس. در این دوره آموزشی با مبانی طراحی پارامتریک با نرم افزار گراسهاپر آشنا میشیم. ابتدا فرایند کلی ترسیم الگوریتم در برنامه گراسهاپر رو بررسی میکنیم تا به یک فرم کلی ساختمان ساده برسیم. بعد از اون روش های ترسیم سطوح رو مورد بررسی قرار میدیم. ترسیم انواع سطح به صورت پارامتریک و با قابلیت ویرایش، استفاده از فرمول های ریاضی در محاسبات که طرح پارامتریکی ایجاد میکنه که به سادگی قابل ویرایش هست، و همچنین استفاده از پلاگین های برنامه گراسهاپر برای مطالعات دید و اقلیم و نور رو مورد بررسی قرار میدیم و در نهایت نحوه کار با انواع پترن ها و ترسیم گرهچینی های مختلف رو مورد بررسی قرار میدیم و چگونگی قرار دادن اونا روی صفحه های منحنی شکل رو بررسی میکنیم. توجه داشته باشین چون گراسهاپر یک پلاگین برای برنامه راینو هست، لازمه که یک آشنایی کلی با محیط نرم افزار راینو داشته باشید تا بهتر بتونید ابزارهای گراسهاپر رو مورد استفاده قرار بدید. قبل از شروع کار با نرم افزارهای طراحی پارامتریک، باید مقایسه‌ای داشته باشیم با سیستم مدل سازی مرسومی که وجود داره تا بهتر متوجه شیم که چه مدلی نیاز به صورت پارامتریک ایجاد شه و چه مدلی به صورت ساده بهتره که ایجاد شه. خب ابتدا تفاوتی که وجود داره توی ساخت حجم هست. توی نرم افزارهای مدل سازی مرسوم کاربر با استفاده از موس و اعدادی که وارد میکنه یک حجم رو داخل پنجره مدل سازی ایجاد میکنه. اما در نرم افزارهای طراحی پارامتریک این حجم توسط دستوراتی که کاربر میده توسط خود نرم افزار ایجاد میشه و کاربر به صورت مستقیم حجم رو ترسیم نمیکنه. در مدل سازی مرسوم پیچیدگی و جزئیاتی که داخل مدل قرار داره توسط سازنده ایجاد میشه، اما در سیستم طراحی پارامتریک پیچیدگی در درون خود مدل وجود داره و این پیچیدگی داخل حجم نمایش گذاشته میشه. همینطور تفاوت دیگه‌ای که بین این دو سیستم وجود داره در ویرایش مدل ایجاد شده است. مدلی که توسط نرم افزارهای مرسوم ساخته میشه یک مدل صلبه که ویرایش اون مشکل داره. ویرایش اون کار سختیه و زمان بره. اما در نرم افزارهای طراحی پارامتریک به سادگی شکل ما با استفاده از پارامترهایی که برای اون تعریف شده قابل ویرایش. همینطور بحث بعدی درباره مدیریت روابط اجزای مدل ماست که در مدل سازی مرسوم توسط سازنده مدیریت میشه این روابط، اما توی طراحی پارامتریک این روابط توسط نرم افزار مدیریت میشن. برای مثال ما اگر یک پلان رو نیاز باشه به صورت پارامتریک طراحی کنیم، ابتدا به نرم افزار میگیم این فضاها نیازه که با هم ارتباط داشته باشن و نرم افزار بر اساس اون ارتباطات پلان ما رو ترسیم میکنه. اما تو سیستم مدل سازی مرسوم این روابط توی ذهن طراح بررسی میشن و بر اساس اون روابط طراح طرح خودش رو ترسیم میکنه. نرم افزار گراسهاپر یک پلاگین برای نرم افزار راینو. در صورتی که از نسخه 6 برنامه راینو استفاده میکنید، گراسهاپر به صورت پیش‌فرض روی نرم افزار نصب هست و میتونیم از طریق آیکون اون در این قسمت و تایپ عبارت گراسهاپر در نوار فرما وارد پلاگین گراسهاپر بشیم. در صورتی که نسخه قدیمی تری از برنامه راینو رو استفاده می کنید، به صورت جداگانه باید پلاگین رو نصب کنید و دکمه باز شدن نرم افزار گراسهاپر رو در این قسمت دیگه نداریم و فقط از طریق تایپ کردن می تونید وارد این پلاگین شید. خب روی لانچ گراسهاپر کلیک می کنم. گراسهاپر به صورت یک پنجره داخل برنامه راینو باز میشه. میتونم اونو به یک سمت صفحه نمایش ببرم و حالا دو پنجره دارم که یکی پنجره نمایشی راینو هست و دیگری پنجره گراسهاپر. راه دیگه نمایش
راینو و گراساپر در کنار هم اینه که برنامه راینو به صورت کامل باز باشه و گراساپر رو به صورت شناور داشته باشیم. در صورتی که نیاز باشه پنجره راینو رو ببینیم، میتونیم روی عنوان برنامه دبل کلیک کنیم و محیط مدل سازی خودمون رو ببینیم و باز با دبل کلیک برگردیم به محیط گراساپر. خب من به صورت کنار هم پنجره ها رو قرار میدم، یه دو پرسپکتیو رو بزرگ میکنم تا بهتر ببینم مدلمو. خب داخل برنامه گراساپر بخش های مختلفی داریم. یک نوار منو هست که منوهای مرسومه. ویندوز داخل اون قرار داره فایل، ادیت، ویو، دیسپلی و غیره. پایین تر از اون بخش کامپوننت ها قرار داره که ابزارهای برنامه گراساپر به صورت دسته‌بندی شده داخل اون قرار داره. باز این ابزارها زیر مجموعه ای دارن که میتونیم ابزارهای با کاربرد کمتر رو داخل هر کدوم از اونا ببینیم. پایین تر از این بخش تنظیمات نمایشی نرم افزار گراساپر قرار داره و در مرکز نمایش محیط نمایش فرمول های ما که به اون کانواس گفته میشه قرار داره و پایین تر از این بخش نوار وضعیت قرار داره که یک سری اطلاعات راجع به پروژه ما به ما میده. خب من یک پروژه رو برای مثال باز میکنم. فایل Open Document. از گوشه فایل های تمرینی فصل اول سیمپل آری رو باز میکنم. خب در اینجا ما یک مکعب داریم که دور یک محور دوران داده شده. همینطور که میبینید با باز کردن پروژه داخل برنامه گراساپر و برنامه راینو هم مدلی که ایجاد کردیم قابل مشاهده است. خب برمیگردم به محدوده گراساپر. با رایت کلیک میتونیم داخل پروژه جا به جاشیم و بخش های مختلف کار خودمون رو ببینیم. با استفاده از غلطک موس میتونیم زوم رو کمتر یا بیشتر کنیم. نحوه انتخاب کردن اجزای پروژه دقیقا مثل خود نرم افزار راینو هست. میتونیم روی هر کدوم کلیک کنیم. همونطور که میبینید هر جزئی رو که من انتخاب کنم داخل برنامه راینو هم به صورت ثبت شده در میاد و میتونیم ببینیم که چی رو انتخاب کردیم داخل فرمولمون. میتونیم با استفاده از کارت‌های ویندو و کراسینگ هم انتخاب خودمون رو انجام بدیم. در صورتی که از سمت چپ به راست موس رو حرکت بدیم یک کادر آبی داریم که فقط چیزایی که کاملا داخل اون کارت قرار داره رو انتخاب میکنه و در صورتی که از راست به چپ سلیک کردن رو انجام بدیم کل چیزایی که حتی بخشی از اونا همونطور که میبینیم مثلا این قسمت نصف اون داخل پنجره سلیکت من قرار داره اما انتخاب میشه، در این حالت انتخاب نمیشه. میتونم به سادگی هر کدوم از اجزا رو انتخاب کنم و با کلید دلیت روی کیبورد اون رو پاک کنم. با استفاده از کلید کنترل زد آخرین کاری که انجام دادم رو به عقب برگردونم. به سادگی با درک کردن هر کدوم از اجزای پروژه خودم رو جابجا کنم و در محل مناسب قرار بدم و همینطور از طریق ابزارهای نمایشی زوم خودم رو تغییر بدم، بگم که کدوم بخش هست پنجره نمایش خودم رو میخوام ببینم. و ابزار دیگه ای که در این قسمت وجود داره یک خودنما هست که به ما نشون میده ترسیمات ما در کدوم بخش صفحه قرار دارن. همونطور که میبینید ما یک صفحه بزرگ داریم که کلی فرمول میشه داخل اون نوشت و گاهی پیدا کردن فرمول ها داخل این صفحه سخت میشه. اولین فلشی که روی این خودنما وجود داره این گوشه از پنجره ترسیمی ما رو نشون میده. همونطور که میبینید من در صورتی که اونو درک کنم و در این قسمت قرار بدم فلش باز به سمت این گوشه تغییر جهت میده. در صورتی که من ترسیماتم رو درک کنم به قسمت دیگه ای از کار، همینطور که میبینید یک بخش سیاه رنگ بالای اون اضافه شد که در صورتی که من محل نمایشم رو جابجا کنم این رنگ سیاه به سمت ترسیمات من قرار میگیره و میتونم خیلی راحت پیدا کنم که کجا یک فرمول قرار داده شده داخل صفحه. خب من یک کپی از این فرمول میگیرم، کنترل C و کنترل V،
و اونو در این قسمت قرار میدم. حالا در صورتی که نمای شما بین اون دو باشه، ببینیم که دو بخش سیاه در کنار خود نما قابل نمایش. خب من کپی خودم رو با استفاده از دلیت پاک میکنم و ترسیم خودم رو در جای پیش‌فرض خودش قرار میدم. ترسیم در برنامه گراس‌هاپر با استفاده از الگوریتم ها انجام میشه. الگوریتم در دنیای واقعی مشابه دستورهای آشپزی یا راهنماهایی که همراه وسایل یا حتی بازی ها به ما ارائه میشه و آموزش میده که چجوری اون وسیله رو راه اندازی کنیم یا اون غذا رو آماده کنیم. پس الگوریتم یک راهنمای قدم به قدم برای انجام هر کاریه. توی مثالی که داخل فایل های تمرینی شما قرار داره، یک الگوریتم ساده هستش که شامل یک ورودیه. ورودی ما یک مکعب هست که روی این مکعب یک پردازش به نام اری پولار انجام شده تا اون مکعب ما رو در برام بده دور یک محور و در نتیجه یک خروجی داریم که خروجی ما برای این مثال 9 تا مکعب جداگان است. میتونیم حالا لیست مکعب ها رو در این قسمت نمایش بدیم. پس داخل گراس‌هاپر ما یک الگوریتم داریم شامل ورودی ما، پردازشی که بر اساس اطلاعاتی که به اون وارد میکنیم روی کارمون انجام میشه و در نهایت خروجی کار ما هستش. اطلاعات خام در برنامه گراس‌هاپر به حقایقی میگن که به اونا نزد داده نشده باشه، که حالا در صورتی که این حقایق رو مرتب کنیم و به هم متصلشون کنیم، ما یک الگوریتم کامل داریم. این اطلاعات میتونن شامل رنگ، شکل، اندازه، مختصات، طول و سایر اطلاعاتی باشن که میتونیم به صورت دستی و عددی وارد پروژه گراس‌هاپرمون کنیم، یا اینکه اونا رو از داخل برنامه راینو استخراج کنیم. در این مثال ما یک اطلاعات عددی داریم برای مثال که تعداد کپی هایی که از باکس ما ایجاد میشه و میتونیم اون عدد رو تغییر بدیم تا داخل کارمون تعداد کپی ما تغییر کنه. همینطور میتونه برعکس این اتفاق بیفته و اطلاعات ما از برنامه راینو به گراس‌هاپر وارد شه. پس پوشه فایل های تمرینی فایل اریا رو باز میکنم. همینطور که میبینید با تغییر فایل باز شده، نمایشی که ما داخل راینو داشتیم از فرمول قبلیمون دیگه وجود نداره و حالا ما میتونیم فرمول جدید رو مشاهده کنیم. خب من داخل برنامه راینو یک مکعب ترسیم میکنم. فرمولی که در این قسمت نوشته شده اینه که یک هش رو از برنامه راینو وارد کن، مساحت اون رو محاسبه کن و در این قسمت نمایش بده. خب من روی جیومتری رایت کلیک میکنم، گزینه ست جیومتری رو انتخاب میکنم و روی مدل هم کلیک میکنم. خب حالا یک حجم داریم. همونطور که میبینید حجم ما به رنگ قرمز در اومد و دیگه به عنوان یک حجم گراس‌هاپر شناخته میشه. مساحت اون محاسبه شد و در این قسمت به نمایش گذاشته میشه. خب بخشی که در قسمت قبل معرفی نشد، بخش جا به جایی بین پنجره ها بود که با کلیک روی اسم پروژه‌ای که بازه لیست پروژه ها میاد که میبینیم سیمپل اری و اریا باز هست. من برمیگردم به سیمپل اری. همینطور که میبینید باز داخل پنجره نمایشی من چینش من نمایش داده میشه و باز میتونم برگردم به فایل اریا و مکعبی که مساحت اون رو محاسبه کردم ببینم. الگوریتم ها در برنامه گراس‌هاپر به دو جزء پارامترها و کامپوننت ها تقسیم میشن. پارامترها وظیفه‌شون ذخیره اطلاعاته. برای مثال میتونه شامل یک عدد باشه که داخل محاسبات ما استفاده میشه. و کامپوننت ها وظیفه‌شون تحلیل اطلاعاتی که از پارامترها میگیره. مثل کامپوننت اری پولار که وظیفه‌ش تبدیل یک باکس و یک عدد به یک اری و چینش داخل مدل هست. خب ابتدا انواع پارامتر رو بررسی میکنیم. اولین نوعش اسلایدر عددی هست که اینجا میبینید یک عدد اقل و حد اکثر داره و یک عدد تعیین شده که میتونیم اونو تغییر بدیم. برای ایجاد اسلایدر جدید یک راه اینه که روی گزینه نام به اسلایدر از بخش اینپوت کلیک کنم و داخل صفحه مکانی که باید باشه رو
کلیک کنم. خب اینجا یک عدد داریم که میتونیم اونو تغییر بدیم. همینطور که میبینید حد اکثر این عدد یک هست و حداقل صفر. میتونم روی اسلایدر هم دبل کلیک کنم و وارد ویرایش شم، اسم اون رو تغییر بدم، حداقل اون رو تعیین کنم و حد اکثر عدد اسلایدرم رو تغییر بدم. برای مثال حد اکثر رو روی 10 میذارم و میتونم عدد 4 رو برای اون تعیین کنم. اوکی. خب حالا میتونم خروجی سلایدر خودم رو به ورودی کامپوننت بعدی بست کنم و عدد 4 جایگزین عدد 16 اسلایدر قبلی میشه. راه بعدی ایجاد اسلایدر، دبل کلیک داخل صفحه و تایپ عددی که قراره به عنوان عدد اون تعیین شه. برای مثال 25 رو من تایپ میکنم و اینتر میزنم، یک اسلایدر ایجاد میشه که روی عدد 25 تنظیم شده و من میتونم اونو متصل کنم به عدد ورودی خودم. همینطور میتونم پارامتر خودم رو به صورت مختصات یک نقطه وارد کنم. برای مثال من یک کامپوننت اسفیر دارم که اونو جایگزین باکس میکنم در این قسمت. به جای مکعب من یک کره اری میشه. من تعداد کمتر میکنم تا بهتر دیده بشه. خب ورودی اون که مختصات یک نقطه است پاک میکنم. همینطور که میبینید کره من در مرکز اری شده که قابل دیدن نیست اری‌ها. حالا من مختصات نقطه ای که کره مرجع من داخل اون قرار میگیره رو تایپ میکنم. برای مثال 5 و 5. اینتر. پس دبل کلیک کردم روی صفحه و 55 رو تایپ کردم و میتونم این مختصات رو به کره خودم متصل کنم و یک کره در نقطه 55 ایجاد میشه و اون اری داده میشه دور محور مرکز مختصات. همینطور راه دیگر رو قبلا بررسی کردیم که پارامتر خودمون رو از برنامه راینو وارد برنامه گراساپر کنیم. برای مثال من یک نقطه دیگه تعریف میکنم، روی گزینه پوینت کلیک میکنم و داخل صفحه روی اون رایت کلیک میکنم و set one point رو انتخاب میکنم. حالا میتونم هر جایی داخل صفحه کلیک کنم و مختصات این نقطه در این قسمت وارد میشه و میتونم اونو متصل کنم به اسفیر خودم. حالا حتی میتونم این نقطه رو جابجا کنم و تغییرات به صورت همزمان داخل کار من اعمال. خب در بخش کامپوننت ها باز ما کامپوننت های متنوعی داریم که هر کدوم یک کاری رو انجام میدن. به طور معمول کامپوننت ها یک ورودی دارن که شامل اجزای مختلفی میشه و خروجی اونا هر چیزی که بعد از تحلیل از اون کامپوننت خارج بشه رو شامل میشه. همینطور کامپوننت ها میتونن به هم دیگه متصل شن. برای مثال ما اینجا یک کامپوننت داریم که خروجی اون به ورودی کامپوننت بعدی متصل شده و این کار میتونه در زنجیرهای متنوعی ادامه داشته باشه. بعضی از کامپوننت ها خروجی ندارن. برای مثال کامپوننت پریویو رو من اضافه میکنم. روی صفحه دبل کلیک کنیم و اسم هر کامپوننت رو تایپ کنیم به پروژه ما اضافه میشه. خب پریویو رو تایپ میکنم. خب همینطور که میبینید این کامپوننت ورودی داره اما هیچ خروجی نداره و نمیتونیم اونو به یک کامپوننت دیگه متصل کنیم. همینطور بعضی از کامپوننت ها این قابلیت رو دارن که متغیرهای اونا رو اضافه کنیم. برای مثال کامپوننت کراس رفرنس سی آر رو تایپ میکنم. خود برنامه اونو پیشنهاد میده. روی کامپوننت خودم زوم میکنم. همینطور که میبینید یک آیکون به علاوه در بین متغیرها داریم که میتونم روی اون کلیک کنم و هر تعداد که نیاز باشه ورودی و خروجی برای اون تعریف کنم. همینطور روی آیکون منها کلیک کنم و اجزا رو حذف کنم. یکی دیگه از کامپوننت هایی که زیاد مورد استفاده قرار میگیره پنل هست که خروجی هر کدوم از کامپوننت ها یا پارامتر های ما رو نشون میده وقتی که به اون بستش کنیم. برای مثال من خروجی اری رو متصل میکنم به پنل خودم و مشخصات تمام کره هایی که داخل مدل ایجاد میشه در این قسمت نشون داده میشه. با تعداد تغییر کنه، برای مثال من
روی 7 قرار میدم، همینطور که میبینید از 0 تا 6 شماره گذاری میشن کره ها و مشخصات اونا در این قسمت نوشته میشه. همینطور میتونیم اطلاعات ورودی کامپوننت ها رو داخل خودشون هم وارد کنیم. برای مثال من تعداد رو قطع میکنم از این قسمت، روی ان رایت کلیک میکنم، دیسکانکت و اسلایدر خودم رو قطع میکنم. خب اسلایدرها رو حذف میکنم، بهشون نیازی نداریم فعلا. روی ان دوباره رایت کلیک میکنم، میتونم اسم اون رو تغییر بدم، برای مثال نامبر رو تایپ میکنم و در این قسمت نامبر قابل مشاهده است. عدد اون رو تغییر بدم، برای مثال 3 رو انتخاب میکنم، روی کامیت چنس کلیک میکنم و اره من به صورت 3 شکل ایجاد میشه و باز میتونم با رایت کلیک و گزینه سرت تعداد اون رو تغییر بدم. و نکته آخر این که وقتی من موس رو روی هر کدوم از خروجی های کامپوننت قرار بدم، خروجی اون داخل پنجره نمایش داده میشه و میتونم ببینم که داخل اون خروجی چه اطلاعاتی قرار داده شده. خیلی مواقع در تعریف الگوریتم ما یک سری مشکلات و هشدارها به وجود میاد که برنامه گراس هاپر اونها رو از طریق کدهای رنگی به ما نشون میده. من یک فایل باز میکنم، اوپن فایل کالر کدز از گوشه فصل اول. خب یک سری پارامتر داریم، در این قسمت مختصات دو نقطه رو داریم که به کامپوننت لاین وصل شدن. خب اینجا اتصال به صورت سریع انجام شده و خط ما در این قسمت ترسیم شده. در قسمت بعد کامپوننت لاین رو داریم ولی اطلاعات ورودی اون متصل نشدن، همینطور که میبینید A و B خالی هستن. خب برنامه گراسهاپر اونو به رنگ نارنجی در میاره تا به ما بگه که اینجا کامپوننتی داریم که کار نمیکنه چون به اون هیچ نقطه ای متصل نیست. میتونیم نقطه A و B رو به اون متصل کنیم و به رنگ سفید در میاد، به معنی این که مشکل حل شده. خب من اتصالات رو حذف میکنم و حالت بعد که با رنگ قرمز نمایش داده میشه و ارور هست. برای مثال در این قسمت دو عدد به کامپوننت لاین ما متصل شدن. خب برنامه نمیتونه درک کنه که با این عددها چه کاری انجام بده، چون فقط یک تک عدده و مختصات نقطه‌ای نیست که بتونه بین اون دو نقطه رو خط ترسیم کنه. پس با رنگ قرمز در میاد که به ما بگه ورودی اشتباهی به کامپوننت دادیم و باید این اصلاحش. پس از این که ما الگوریتم خودمون رو طراحی کنیم و حجم ما داخل برنامه راینا شکل بگیره، نیاز داریم که یک سری ویرایش در ورودی های اطلاعاتمون ایجاد کنیم. ولی خب خیلی وقتا زمان ما رو میگیره که به پنجره گراس هاپر بیایم و این تغییرات رو ایجاد کنیم و نیاز داریم که این متغیرها داخل برنامه راینا به صورت ساده تعریف شده باشن. از منوی ویو میتونیم گزینه ریموت کنترل رو فعال کنیم و متغیرها رو داخل پنجره راینو داشته باشیم. برای مثال من فایل تمرینی سیمپل اری رو باز میکنم، ویو ریموت کنترل رو فعال میکنم، میتونم اونو داخل پنجره راینو ببرم و حتی به محیط برنامه اضافهش کنم. برای مثال من در این قسمت قرارش میدم، خب این کادر رو کمی بزرگتر میکنم. خب حالا ما ریموت کنترل رو داخل خود برنامه راینو داریم. میتونم پارامتر خودم رو انتخاب کنم، روی اون داس کلیک کنم و گزینه پابلش تو ریموت پنل رو انتخاب کنم. حالا برمیگردم داخل برنامه راینو، اون رو بزرگ میکنم و میتونم تعداد اره خودم رو در این قسمت تغییر بدم و دیگه نیازی نیست برگردم به الگوریتم خودم و این تعداد رو داخل اون تعیین کنم. میتونیم بخش های زیادی رو در این قسمت تعریف کنیم. برای مثال من برمیگردم به برنامه گراسهاپر. این دفعه تصمیم دارم که یک رنگ هم به باکس های خودم تخصیص بدم. برای این کار ابتدا یک سواچ رنگی اضافه میکنم. کالر سواچ رو در این قسمت قرار میدم. روی اون کلیک میکنم و رنگ مورد نظرم رو انتخاب میکنم. یک کامپوننت پریویو ایجاد میکنم. خب جیومتری رو به ورودی اول و رنگ رو به ورودی متریال اون
متأسف میکنم، همینطور که میبینید باکس های من به رنگ بنفش در اومد. حالا میتونم روی سوئچ خودم رایت کلیک کنم، پابلش تو پنل، و سوئچ رنگی خودم رو هم در این قسمت دارم. میتونم اونو به رنگ مورد نظر تغییر بدم و تا از پالت های مختلف هم استفاده کنم. خب میتونم از گزینه ادیت پنل استفاده کنم و ابزارهای داخل ریموت کنترل خودم رو نصب بدم. برای مثال من یک گروه جدید ایجاد میکنم، سوئچ رنگی خودم رو درگ میکنم داخل اون، میتونم اسم گروه رو تغییر بدم. خب برای مثال گروه رنگ حالا میتونه داخل این متغیرهای بسیاری قرار بگیره. حتی میتونم رنگ گروه رو تعیین کنم و گروه دیگه، برای مثال روش رایت کلیک میکنم، دایمنشن یا نامبر رو به اون میدم، رایت کلیک میکنم، باز میتونم رنگش رو تغییر بدم و هر گروه با متغیرهای خودش و رنگ دلخواه داخل ریموت کنترل من قرار میگیره و میتونم هر کدوم رو در زمانی که نیاز باشه ویرایش کنم. هشهایی که از طریق برنامه گرس هاپر ایجاد میشن داخل برنامه راینو قابل انتخاب یا ویرایش نیستن. همینطور که میبینید این هش به من فقط نمایش داده میشه و در صورتی که حتی من فایل گرس هاپر خودم رو ببندم داخل برنامه راینو هم دیگه هش رو ندارم. خب فایل رو دوباره باز میکنم. برای حل این مشکل بایستی آخرین کامپوننتی که حجم من داخل اون قرار داده شده رو انتخاب کنم، روی اون رایت کلیک کنم و گزینه بیک رو انتخاب کنم. در این قسمت تنظیمات خروجی رو باید تنظیم کنیم. خروجی ما با چه رنگی ایجاد شه، رنگ میتونه توسط لایه انتخاب شه، اشیاء داخل حجم به صورت گروپ شده باشن یا اینکه هر کدوم به صورت یک شی جداگانه قرار بگیرن، و حالا هر تنظیم دیگه ای که نیاز باشه. روی اوکی کلیک میکنم و حجم من ایجاد میشه. حالا میتونم با دستور موف حجم رو جابجا کنم و در کنار هم حجم ها رو ببینم. همینطور که میبینید حجمی که داخل راینو ایجاد شده یک حجم مستقل از ترسیم گرس هاپر هست که حتی در صورتی که اونو موف کنم از هم جدا میشن، و در صورتی که تنظیمات گرس هاپر رو تغییر بدم هم تنظیمات حجمی که داخل برنامه راینو دارم تغییری نمی کنه. بس صرفا این حجم یک اکسپورت هست از محیط گراسهاپر. خب برای سیو مستقیم فایل گراسهاپر از منوی فایل گزینه سیو رو انتخاب می کنم، یعنی که در صورتی که ما نیاز داشته باشیم فایل خودمون رو با یک اسم جدید سیو کنیم، سیو از رو انتخاب می کنم. چون من یک فایل سیو شده رو باز کردم، ناشرم سیو از رو انتخاب کنم تا پنجره سیو برای من باز شه. اسم دلخواه رو برای اون تعیین میکنیم. دو گزینه برای سیو داریم، .gh و .ghx. تفاوت این دو گزینه در اینه که .gh در صورت برنامه های ویرایش مت باز نمیشه، اما .ghx با اون برنامه ها باز میشه و میشه اونو ویرایش کرد، هرچند کار خیلی سختیه ویرایش اون از طریق تکست. روی سیف کلیک میکنم و فایل من در محل دلخواه ذخیره میشه. فقط توجه داشته باشی که در صورتی که یک هش رو وارد فایل گراسهاپر کرده باشی از محیط راینو، برای مثال من یک باکس ترسیم میکنم و اونو لینک میکنم به محیط، خب در صورتی که داخل برنامه راینو یک فایل جدید ایجاد کنیم و حجم ما از بین بره، داخل گراسهاپر با ارور مواجه میشیم و میگه فایلی که مرجع ما بود وجود نداره و تمام الگوریتم از کار میفته. خب من یک حجم دیگه ایجاد میکنم و اونو لینک میکنم به پروژه خودم ستوان، و این دفعه بعد از لینک کردن روی ورودی خودم راست کلیک میکنم و اینترنالایز دیتا رو انتخاب میکنم. حالا دیگه هش داخل اسکریپت راینو قرار گرفته و در صورتی که من یک فایل جدید هم در برنامه راینو ایجاد کنم باز هم میتونم هشمم رو داشته باشم و در محیط گراسهاپر روی اون ویرایش انجام بدم.
خروجی دیگه ای که میتونیم از برنامه گراسهاپر ایجاد کنیم خروجی به صورت تصویر هست که حالا دو حالت داره: کویک ایمیج که تصویر بدون کیفیت رو ایجاد میکنه و های رزولوشن ایمیج که تصویر با کیفیت مناسبی ایجاد میکنه. آدرس ذخیره فایل رو تعیین میکنه، اصل اول اسم اون رو انتخاب میکنیم و روی سیف کلیک میکنیم. میتونیم رنگ بک‌گراند رو تغییر بدیم و روی اوکی کلیک کنیم. خب من یکم به بک‌گراند رنگ میدم. خروجی من ایجاد شد. میتونم از پوشه فایل های تمرینی فایل خودم رو داشته باشم و کامپوننت های خودم رو ببینم. با سلام، من آرمان حسن‌زاده هستم از مجموعه فرادرس. در این بخش فرایند کلی ایجاد یک حجم به صورت پارامتریک در برنامه گراسهاپر رو مورد بررسی قرار میدیم. از منوی فایل و فایل های تمرینی فایل کامل شده پروژه خودم رو باز میکنم، Complete، Open. همونطور که میبینید یک حجم کلی داریم، قسمتی از اون خالی شده و گوشه های گرد شده داره. برای ایجاد این حجم باید یک سری پارامتر تعریف کنیم از ابعاد حجم خودمون که میتونن این پارامترها به سادگی قابل ویرایش باشن: شعاع گرد شدن گوشه ها، شعاع بویدی که در قسمت مرکزی قرار داره، تعداد طبقات قسمت پایینی، تعداد طبقات قسمت بالایی و تعداد طبقاتی که اون بوید داخلش ایجاد میشه. فرآیند کلی ایجاد این حجم به این صورته که ما ابتدا پلان اون رو ترسیم میکنیم. همینطور که در این قسمت میبینید یک رکتنگل داریم که گوشه های اون گرد شده. بعد اون یک مستطیل دیگه داریم برای قسمت بالایی ساختمان که حالا برای اینکه هماهنگ باشه با ارتفاع قسمت پایینی انتقال داده شده به سمت بالا و روی حجم. و یک دایره داریم در این قسمت. من پریویو رو روشن میکنم تا ببینید دایره به چه صورته. یک دایره در این قسمت داریم که باز تبدیل به حجم شده و قسمت مشترک اون از حجم کلی حذف شده. پریویو رو خاموش میکنم. باز در این قسمت حجم های ایجاد شده رو داریم که حالا این قسمت اکسترودر قسمت پایینی شکل ماست، اینجا اکسترودر قسمت بالایی شکل رو داریم و در آخر وایدی که ایجاد میشه و شکل های ما تبدیل به یه جیومتری میشن که میتونیم از اون خروجی با فرمت راینو بگیریم. قبل از شروع ترسیم چک کنید که فایلی که داخل راینو باز میکنید واحد درستی داشته باشه. روی نیو کلیک میکنم و چون اینجا یک ساختمانه و عدد یک در این قسمت به معنی یک متر هست، پس لارج آبجکت متر رو انتخاب میکنم و روی اوپن کلیک میکنم. یک فایل جدید داخل برنامه گراسهاپر ایجاد میکنم و داخل این فایل شروع میکنم الگوریتم خودم رو ایجاد کردم. مشخصات تمام اجزای مدل ترسیم شده وابسته به مستطیلیه که در کف اون قرار داره و بقیه اجزا داخل اون قرار میگیره. برای ترسیم این مستطیل وارد پروژه جدید خودم میشم. داخل صفحه دبل کلیک میکنم، REC رو تایپ میکنم تا کامپوننت رکتنگل برای من نمایش داده بشه. روی اون کلیک میکنم. خب یک مستطیل ایجاد شد. برای مشخص کردن ابعاد اون نیاز به اسلایدرهایی دارم که اونا رو به رکتنگل خودم متصل کنم. برای ایجاد اسلایدر داخل صفحه دبل کلیک میکنم. این اسلایدر من بین 1 تا 40 باشه و عدد اون 20 تعریف شده باشه. پس به این صورت تایپ میکنم. از عدد 1 شروع میشه تا 40 ادامه داره و اسلایدر من روی عدد 20 تنظیم شده. اینتر میزنم تا ایجاد شه. درگ میکنم اسلایدرمو و کلید آلت رو روی کیبورد فشار میدم تا یک کپی از اون ایجاد شه. اسم اون رو تغییر میدم، طول و عرض. یکی رو به ایکس وصل میکنم و اسلایدر دیگر رو به ایگرگ. مستطیل من ترسیم شد. میتونم پارامترهای اون رو به دلخواه خودم تغییر بدم. میتونم مستقیما در قسمت رادیوس برای
گرد شدن گوشه ها شوها تعریف کنم، اما من این کار رو به صورت جداگانه و با یک کامپوننت دیگه انجام میدم. روی صفحه دبل کلیک میکنم، فیلت رو تایپ میکنم. خب دو مدل فیلت داریم که چیزی که ما نیاز داریم شبیه این تصویر هست، پس روی اون کلیک میکنم. حالا مستطیل خودم رو به دستور فیلت متصل میکنم. یک پارامتر برای شعاع باید تعریف کنیم، میگم عدد اون بین 0 تا 5 باشه و عدد اون 2 باشه. این عدد ها به سادگی بعدن قابل ویرایشن. میتونم روی اسلایدرم دبل کلیک کنم و حداقل حد اکثر اون رو تغییر بدم یا اینکه عدد مورد نظرم در این قسمت تعریف کنم. خب متصل میکنم اسلایدر رو. همینطور که میبینید با شعاع وارد شده گوشه ها گرد شد. حالا دیگه نیازی به دیدن مستطیل اصلی ندارم، پس تیک پریویو رو خاموش میکنم. برای ترسیم پلان مستطیلی که داخل اون قرار داره و همینطور که در این تصویر میبینید در این قسمت واقع شده، نیاز دارم که مرکز مستطیلی که ترسیم کردم رو پیدا کنم. برمیگردم به پروژه خودم، دستور پولیگون سنتر رو اجرا میکنم، مستطیل خودم رو به عنوان پولیگون به اون میدم و همینطور که میبینید نقطه مرکزی مستطیل من مشخص شد. باز دستور رکتنگل رو اجرا میکنم. خب حتما چک کنید که رکتنگل ترسیمی انتخاب شده باشه، نه رکتنگلی که ایمپورت میکنه از داخل برنامه راینو. خب من خروجی کرو رو به ورودی پلن رکتنگل خودم متصل میکنم. خب همینطور که میبینید مستطیل در قسمت مرکزی ترسیم شد. من تصمیم دارم که ابعاد این مستطیل وابسته به مستطیل اصلی باشه و برای اون به صورت جداگانه پارامتر تعریف نکنم. پس ابعاد مستطیل اصلی رو به ابعاد مورد نظر خودم متصل میکنم. همونطور که میبینید مستطیل من ترسیم شده اما در جای مناسبی قرار نداره. گوشه مستطیل روی نقطه مرکزی مستطیل قبلی قرار گرفت، در صورتی که ما می‌خواستیم مرکز توی این نقطه قرار بگیره. پس لازمه که یک سری تجزیه و تحلیل گراس‌هاپر روی اون انجام بده تا مختصات درستی رو در این قسمت داشته باشیم. برای این کار از دستور construct domain کمک می‌گیرم. DOM رو تایپ می‌کنم. خب construct domain. خب این تابع دو تا عدد به صورت ورودی میگیره و اونا رو به صورت یک خروجی به ما میده. من طول خودم رو به ورودی و خروجی اون متصل میکنم، اما لازمه که طول خودم رو در این قسمت داخل یک فرمول ببرم که نصف اون به سمت بالا باشه و نصف اون به سمت پایین. پس روی ایر رایت کلیک میکنم، اکسپرشن تایپ بگم x تقسیم بر 2 کامیت و برای b x تقسیم بر 2 ضرب در منفی 1 برای اینکه برعکس اون فاصله رو داشته باشیم. خب حالا قسمت x وصلش میکنم. همینطور که میبینید یک سهم به صورت درستی ترسیم شد. حالا نیاز داریم که کمی کوچیکتر از شکل اصلی باشه. باز فرمول اون رو ویرایش میکنم. به جای تقسیم بر 2 تقسیم بر 5 رو تایپ میکنم و برای سمت مخالف هم به همین صورت. خب میتونیم این عدد رو بعداً تغییر بدیم. یک کپی از دومین خودم ایجاد میکنم، درگ کلید آلت رو فشار میدم و این دفعه از رو به اون متصل میکنم و به قسمت ایگرگ وصلش میکنم. خب مستطیل مرکزی ما ایجاد شد. اونا رو انتخاب میکنم و در جای مناسب قرار میدم. و برای نزدیکی به مدلم کامپوننت هایی که به هم مرتبط هست رو به صورت گروه در میارم. خب این دو کامپوننت قطعه موس رو فشار میدم و روی گزینه گروه کلیک میکنم. میتونم روی اون رایت کلیک کنم و به اون اسم بدم. اسم دلخواه رو به سمت دیگه هم تخصیص میدم. گروپ رایت کلیک اسکر و برای تاپ هم
کرو رو تایپ میکنم. خب برای ایجاد پلان وید خودم در قسمت جلوی حجم نیاز دارم که این نقطه مرکزی رو از حجم خودم استخراج کنم تا وید من متصل به رکتنگل من بمونه و با تغییر ابعاد اونم دقیقا مرکز شکل قرار بگیره و از شکل فاصله نگیره. برای این کار لازمه که نقاط گوشه‌ای شکلم رو استخراج کنم. همینطور که میبینید رکتنگل من زیمن جیومتری رو خاموش کنم در این قسمت و فیلت رو روشن کنم. خب مستطیل من تعدادی نقطه کنترل داره که من این نقطه رو نیاز دارم. پس ابتدا من تمام نقاط کنترل رو استخراج میکنم و میگردم به پروژه دستور کنترل پوینت. خب حتما